نوعهای تبرک. تبرک دو نوع است، تبرک جایز و تبرک ممنوع. تبرک جایز تبرکی که با یگان امر شرعی باشد، اگر در آن چیزی در شریعت ثابت نشده باشد، تبرک جایز به تبرک ممنوع تبدیل می‌یابد. تبرک ممنوعی که شرک اصغر است تبدیل به شرک اکبر می‌گردد. به مثل قرائت قرآن که یک برادر می‌پرسد من قرآن می‌خونم، آیا قرائت قرآن را تبرک کنم؟ بله، زیرا خواندن قرآن برکت دارد و تدبر آن نیز برکت دارد، عمل به آن برکت دارد، دوا کردن با آن برکت دارد. این نمی تبرک کردن جایز است، زیرا در شریعت ثابت شده است. شیخ الاسلام میگوید کتاب های امامان چهار مذهب را الله سبحانه و تعالی به بین ما گذاشته است، زیرا در علم آنها برکت است. بله، اگر چیزی در تبرک کردن آن دلیل در شریعت ثابت نشده باشد، پس از جایز بودن آن تبدیل به ممنوع میگردد. به مثل گفتنی به برکت تو ای شیخ ما و هم گفتنی زیارت ما برکت دارد. هیچگاه زیارت ما برکت ندارد، برکت از طرف الله سبحانه و تعالی است. آیا یگان کس دست پیامبر صلی الله علیه و سلم را محس میکرد؟ و آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که زیارت ما برکت دارد؟ نه، البته محس کردن خانه کعبه و یا حجر الاسود من است که آن سنگ نمیتواند فایده و یا ضرر رساند. تبرک به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را قبول داریم و پیرو آن هستیم، اما بوساندن خود به فرزندانت و یا مس کردن خانه کعبه و حجر الاسود که این همه تبرک ممنوع است. تبرک کردن خاک قبر و کوی احد، زیرا الله سبحانه و تعالی هیچ کس را به این سبب بی نیاز نمی گرداند. اگر بی نیاز می گردانید، صحابگان در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بی نیاز می گشتند. حتی چند از صحابگان در جنگ احد کشته شدند. یگانه الله سبحانه و تعالی می تواند به ما فایده برساند. بنابراین تبرک دو نوع است، جایز و ممنوع. تبرک جایز یا با امر شریعت است و مثل تلاوت قرآن، و یا با امر حسی است و مثل علم امامان چهار مذهب. و اینچنین بعضی ها میگویند این مسجد مبارک است، پس آیا آن را محض بکنیم؟ نه البته، لیکن مسجد مبارک است، زیرا در آن ذکر الله، تلاوت قرآن و تعلیم دین می شود. و اگر برای تبرک کردن در شریعت چیزی ثابت نشده باشد، پس آن تبرک ممنوع است. مثلا شیخ ابن باز رحمه الله خانه شیخ محمد ابن عبدالوهاب را ویران کرد. برای چی؟ زیرا مردم اهل سنت به درعیه سفر کردند تا مکانی که شیخ درس می داد و دعوت می کرد.